بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب من و تمامی همکارانم در شبکه امام حسین علیه السلام رو از کربلای معلا، از بهشت روی زمین، از بین الحرمین آقا امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام پذیرا باشید. وقتتون بخیر. امیدوارم هر کجای این کره خاکی که هستید در پناه حق صحیح و سالم و سلامت باشید و انشالله آماده باشید تا با یکی دیگه از قسمت‌های برنامه سرزمین عشق مهمون دلهای شما باشیم. با این برنامه که در این شبها همونطور که مستحضر هستید به بیان داستان زندگی پیامبران سلف میپردازه و ارتباط اونها رو با توجه به وارث بودن آقا امام حسین علیه السلام از تک تک این انبیا ارتباطشون رو با اهل بیت عصمت و طهارت به مناظره و مناقشه می نشینه و در حقیقت بیان می کنه که ارتباط تک تک این پیامبران با اهل بیت عصمت و طهارت بالاخص آقا امام حسین علیه السلام چیست. امیدوارم که این برنامه و تمامی برنامه‌هایی که در شبکه امام حسین علیه السلام پخش میشن و تولید میشن و خدمت شما در حقیقت اجرا میشن و شما میبینید مورد توجهتون قرار بگیره و آماده باشید تا امشب هم با برنامه سرزمین عشق با ما همراه باشید. عزیز بفرمایید از طرف شما و خودم خدمت کارشناس عزیز و ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ زکی بیاتی عرض سلام داشته باشم و بعد از اون انشالله آهسته آهسته وارد بحث امشب بشیم. حجت بیاتی عرض سلام، بنده رو پذیرا باشید و وقتتون بخیر. خواهش میکنم. با سلام و درود به شما، به تمام بینندگان عزیز و ارجمند، و دعاگوی شما و کلیه بینندگان عزیز و ارجمند که انشاءالله خداوند متعال از همه قبول کنه. الهی آمین. زنده باش. خیلی ممنون. اجازه بفرمایید عرض ادبی داشته باشیم خدمت آقای امام حسین و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، بعد از اون وارد بحثمون بشیم. خواهش می‌کنم یا آبا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا سیدی یا مولای یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ابن فاطمه الزهراء، السلام عليك وعلى المستشهدين بين يديك وعلى شيعتك وزوارك ومحبيك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى أمك فاطمة أم البنين، السلام عليك وعلى يديك القطيعة، السلام عليك يا سيدي يا مولاي أيها المظلوم وابن المظلوم ورحمة الله وبركاته. سلامی دادیم خدمت آقای امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام به نیابت از همه اون دسته از عزیزانی که الان دلشون کربلاست و با دیدن گنبد و بارگاه نورانی و ملکوتی این دو بزرگوار دلشون از هر کجا که هست پر کشید و اومد کربلا. انشالله که قبول باشه و دعا میکنیم که هرچه سریعتر شما بیننده عزیز قسمتتون بشه، مشرف بشید کربلای معلا و شخصاً به زیارت آقای امام حسین و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام بپردازید. امشب بحثی که شروع خواهیم کرد راجع به یکی یا دو تا دیگر از پیامبران بزرگواری هست که خدای عزوجل برای هدایت بشر فرستاد. اجازه بفرمایید من بازگو نکنم که داستان و تاریخچه زندگی کدام یک از پیامبران رو قرار هست امشب بهش برسیم و بررسی بکنیم. اجازه بدید این مطلب را از زبان خود کارشناس عزیز و ارجمند برنامه بشنویم و ادامه ماجرا و آنچه که ارتباط میده زندگی این پیامبران رو با قضیه آقای امام حسین علیه السلام. آقا بیاتی در خدمتتون هست. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درود و سلام به رهبر معظم ولی امر مسلمین حجت ابن حسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب انشاءالله که موفق بشیم بتونیم خدمت عزیزان ما که بعضی از کلماتی از زیارت ناحیه مقدسه که از اون مولا آمده
سلام میکنه. السلام علی زکریا الصابر فی محنته، سلام و درود بر پیامبر زکریا که صبر کننده در سختی و امتحان او. السلام علی یحیی الذی ازلفه الله بشهادته، سلام و درود بر پیامبر یحیی، اون کسی که خدا او را با شهادت با شهید شدن اون جناب او را بالا برد و شأن او را بزرگ کرد. البته امشب ما صحبتمون درباره این دوتا عزیز پیامبر عزیز که کلن یک خانواده عجیبی بودن و از عجب و مسئله اعجازی آنها، البته ما میبینیم در زندگی بیشتری پیامبران همه بیشتریشون آرزوی فرزند. اگر مثلا در تاریخ نگاه بکنیم، تاریخ شبهای گذشته رو ببینیم، میبینیم حضرت ابراهیم فرزند میخواست، حضرت داوود فرزند میخواست، امشب حضرت زکریا فرزند میخواست، مادر حضرت مریم فرزند میخواد. و کلن قضیه فرزند تو زندگی پیامبر میخواد به ما نشون بده که ای مردم از خدا درخواست کنید فرزند را، چون هیچ کس نمیتونه به انسان کمک کنه تو فرزند دار بشه. مانند روزی که آدم میتونه زحمت بکشه کار بکنه روزیشه در بیاره، اما مسئله فرزند با زحمت کشیدن نیست. درست. مسئله فرزند فقط دست اون کسی که انسان را خلق کرده. هرچند که الان علم جدید انسان را، علم انسان جدید تونست یه کاری بکنی که یه کاری بکنه که نوعیت جنین را مثلا تنظیم بکنه، پسر یا دختر، علما اون را میتونه در از نظر ژنتیک، اما از نظر درست کردن یک انسان این مشکله. مگر اینکه از یه جای دیگه بیارن به جای دیگه گذاشتن بزن تو رحم مادر یا خارج از رحم بچه را، یعنی یک موجودی رو که میخوان خلق بکنن، مالا دیگه همه قضیه استنساخ فوتوکوبی که درست کردن برای چیز. حالا ما تو این بحث نیستیم. البته پیامبران میخوان به ما یاد بدن اون کسانی که بچه دار نیستن، اگرم بچه دار نمیشه با معجزه بچه دار میشه و پیش خدا هیچ وقت دور نیست، کار مشکلی نیست. حضرت زکریا تا 125 سال بود بچه نداشت، هیچ فرزند. 125 سالش بود هیچ فرزندی نداشت. همسرش هم عاقره بود و در سن 89 سالگی دعا میکردن که خدای یک فرزندی به ما بده. عاقره یعنی همون یائسه یا نه؟ یعنی کاملا نه، عاقره کلن بچه دار نمیشه. بچه دار نمیشه، بله. یعنی بحث یائسگی نیستش، مرض خاصی داره که نمیتونه بچه نازا بود. هستش به عبارت که الان استفاده نازا هست، نازا هستش، بله. عاقر بگن، بله. بعد اینجا کی صحبت فرزند اومد برای حضرت یحیی؟ بله. حضرت زکریا. حضرت زکریا تمام وقتش رو در محراب ادامه میداد، زندگیشو مشغول به عبادت خدا، روزاشو شبانشو، و یک شغلی هم داشت، مانند نجار بود، نجاری میکرد. چون ما گفتیم پیامبران از زحمت‌های خودشون زحمتکش بودن، از دسترنج خودشون، از دسترنج خودشون می‌کردن، بله. قضا مثلا برای خودشون تهیه می‌کردن، امرار معاش می‌کردن، بله. اینجا حضرت زکریا خودشون نجار بودن و بیشتری وقتشون در عبادت بود. یک روز درخواست کردن که از خداوند متعال یک کلمات اسراری به او یاد بده، هرچند که پیامبر بود و شخصیت پیامبری نزد خدا خیلی نزدیکه، دست بر دعا برداره خدا مستجاب، چون خدا دوست داره کسانی که سفیر او هستن. بعد اینجا یه دعا دست بر دعا برمیداره که خدایا اون کلماتی که به حضرت آدم یاد دادی به من یاد بده. بعد سوالی نیست، بله، خوبه، چون این کلمات که خدا به حضرت آدم سلام الله علیه یاد داد باعث مغفرت شد، بله، و بلند پایه به حضرت آدم بالا برد. درست. و همچنین حضرت زکریا خواست اون کلمات را یاد بگیره و از خدا خواست خدایا اون کلمات، اون اسما را بر من نشون بده، یاد بده. جبرئیل نازل میشه. ما میگیم میتونه خدا اون را مثلا در طریقه وحی به اون میرسونه، بله. چرا باید جبرئیل نازل بشه؟
برای قدسیت اون نام هایی که میخواد یاد بده. یعنی در حقیقت اون کلمات رو و اون امر رو خدا میتونست مستقیما به قلب اون پیامبر وارد بکنه و در ذهنش قرار بده، ولی برای آموزش این کلمات به خاطر قدسیت بالای این کلمات حضرت جبرئیل نازل میشه تا معلم و تعلیمگر این کلمات به حضرت زکریا باشه. الان مثلا میبینیم در قرآن هم چنین چیزایی داریم. بله. مثلا سوره فاتحه وقتی که خدا خواست نازل بکنه برای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله 4000 فرشته آمدن خبر فاتحه الکتاب، فقط بر یک سوره نازل شدن که اون سوره را به پیغمبر اسلام یاد بدن که حضرت جبرئیل به پیغمبر. چه اینقدر این سوره مهمه، چون نصف قرآنه. درست. سوره فاتحه 7 من المثانی و القرآن الکریم، یعنی خودش یک قرآن خاصیه، در برگیرنده جمع کثیری از معارف و معانی قرآنی هست. بله. و خدا مثلا اون را و روایت ها همچین میگن که سوره فاتحه نصف قرآن میباشد، دو بار فاتحه خونده بشه کنم و قرآن رو کامل. بله. شخصی سه بار سوره قل هو الله احد خونده بشه، یعنی یک ختم قرآن میشه ثوابش. بله. بعد ما داریم آیه کرسی که در سوره بقره، این آیه مبارکه آیت الکرسی این وقتی که خواست نازل، این از خود عرش خداوند متعال روایت میگه زیر عرش بوده، فکر قرآن تمام شد این نازل میشه و اون را جبرئیل و کلیه فرشتگان نازل شدن که این آیه مبارکه را به قلب پیامبر اسلام نازل بشه و به حفظ پیامبر گفته بشه. البته ما در شبهای گذشته در وقتی که میرسیم به شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، بله، شبهای آینده درباره این سوره خواهیم صحبت کرد، درباره این آیه. درست. که خداوند متعال میگه ما قرآن را اگر روی کوها نازل میکردیم کوه زلزله میشد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله، یعنی منفجر میشد. من نمیدونم قلب پیغمبر چقدر چی بود، من نمیدونم که تحمل کرد این قول. حالا یک بحث خاصی هستش که ان شاء الله مفصلا ما شب پیغمبر اکرم صحبت کنیم. حضرت زکریا درخواست کرد، جبرئیل نازل شد، اون هدیه ای که خدا خواست بده به زکریا و نازل شد، 5 اسم را بهش یاد داد. اول اسم پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه و آله، اسم حضرت امیرالمومنین و سلام الله علیه و اسم فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنه سلام الله علیه مجمعین. بعد حضرت زکریا وقتی که این اسم ها را حفظ کرد، دست بر دعا برداشت، گفت خدایا چرا من این 4 اسمی که یاد میکنم شاد میشم، راحت دلم راحت میشه، آسوده میشم، آرام میگیرم، ولی چرا اون 5 را که اسمش رو میگم بر من حزن و اندوه ها افسردگی به من غلبه میکنه. همینطور اون اسمی که من میارم اسمش را قربون ابی عبدالله علیه السلام، چشمام همینطور عشق میریزه، پر از عشق میشه. بله. این اسم کیست؟ چه داستان، چه قضیه ای چه داره؟ قضیه ای داره که من اینقدر محزون میشم وقتی که اسم. واقعا شما الان بشین در یک اتاق بشین تنها باش، اسم امام حسین را 100 بار هم یا حسین یا حسین بگو، ببین چقدر آدم دلش میشکن. آجاق اگر آدم واقعا با اون معرفت یک بار هم یا حسین بگه، با همون یک بار دلش آتیش میگیره. فقط یه یا حسین بگه و یادش بیاد چه اتفاقی افتاد برای آقای امام حسین علیه السلام در روز عاشورای سال 61، حقیقتا یک چیز غیر قابل تحملی هست. من یه چیز میخواستم، حالا یادم اومد، فقط قربونش برم، اسم آقای امام حسین علیه السلام نیست، ما حالا خالی از لطف نیست اینجا عرض بکنم، در برنامه چند شب پیش برنامه ویژه برنامه منم مشترکم. بله. که در خدمت بینندگان بودیم، عزیزی از بینندگان سرویس طلایی رو هدیه دادن به شبکه. و خب این سرویس طلا عبارت از گردنبند و گوشواره و انگشتر و دستبند. خوش به حالش. حالا همین این دوستمون آقای غفوری علی آقا یه مطلبی رو بیان کردن، حقیقتا همون مطلب بیان کردنش تو کربلا دل و آتیش میزنه. شما ترکیب گردنبند و گوشواره و علنگو رو با کربلا کنار هم بذاری، خود به خود این دل و آتیش میزنه.
خود به خود این آدم رو یاد اون موقعی میندازه که خیام آقا ابو عبدالله رو آتش زدند و فرزندان میدویدند و فرار میکردند و دشمنان آقا ابو عبدالله گوشواره از گوش بچه ها میکشیدند، گردنبندشون رو میدازدند. یعنی میخواییم بگیم حسین جان اگر طلا و پول و هرچی که داشتیم به قارت رفت ما جانمون نمیدیم، جانمون طلا که ارزش نداره، ارزش نداره. قربون ابی عبدالله. این اسم آقای امام حسین که دیگه جای خود داره، یعنی هر چی متصل به آقای امام حسین علیه السلام میشه، میخوام اینو عرض بکنم که خود به خود دل آدم رو آتیش میزنه. اسم آقای امام حسین که دیگه در اعلی علیین مکتوب هستش. بعد روایت میگه وقتی که حضرت زکریا این نام رو برد، خیلی اندوه و حزن به دلش نشست و از مردم دور شد. درست. سه شبانه روز با مردم صحبت نمیکرد. این در سن 120 سالگی که فرمود 25 سال. سر 25 سالگی که از پیامبری خودش هم گذشته بود. بعد اینجا جبرئیل وحی نازل میشه، گفت چرا در خانه نشستی؟ گفت من دیگه جرأت ندارم این اسم را فراموش بکنم، نمیتونم برم بیرون. هر جا که برم به یاد نام امام حسین بیافتم دلم آتش میگیره، دلم آتش میگیره، نمیتونم برم بیرون مردم را شاد ببینم. الله بعد گفت من یک مسئله سوالی دارم. گفت بگوی پیغمبر خدا. گفت من یه دعا میخوام بکنم که من میخوام مانند پدر این حسین که دلش سوخت، مانند مادرش، مانند جدش آقا رسول الله که دلشون آتیش زده شد با حالت مصیبت این ابی عبدالله الحسین، من میخوام یه چنین ثوابی هم گیرم بیاد. یه چنین چیزی هم خدا به من بده، یه همچین سوزش دلی هم میخوام من در دلم احساس بکنم. خب درخواست بکن. دست بر دعا برداشت، گفت خدای من یک فرزندی میخوام که مانند اون فرزندی که به نامش حسین است و برای پیغمبر آخر الزمان هدیه کردی، به من یک فرزندی را هدیه بکن، هرچند که من اشتعل الرأس و شیبا. بله. پیر شدم دیگه. پیر هستم، در سن 25 سالگی. 125 بخش. و خانمم عاقره هست، بچه دار نمیشه، نازا هست. خب با معجزه چنین فرزندی بدی. یک. دو، اون فرزند انقدر دوستیش را تو دلم بگذاری و محبتش را که من خودم را بکشم بر دوستی او. مانند پیغمبر که حسینش را دوست داره. درست. که گفت حسین من احب الله و احب من احب حسین با. سه، من میخوام مانند اون فرزندم که میخوای به ما بدی، تو شرایطی هم داره حضرت زکریا. بله. شرط هم میذاره. درست. که من فرزند میخوام با این شرایط. با این شرایط. فرزند پسر. مثلا اون فرزند اسمش از آسمونه، میخوام فرزندم از آسمون باشه، هیچ کس اون اسمو نداشته باشه. اون فرزند شبه هر تشابهی که مثلا با امام حسین باید، میخوام همون تشابه را داشته باشه. حالا در داستانش خبر میکنه. بله. بعد دست بر دعا برداشتن، جواب اومد که بله، مستجاب شد. مجده اومد و مستجاب شد، خدا یک فرزندی به او داد، وحی نازل شد او را یحیی نام بذار. لم نجعل له من قبل از این وقت هیچ کسی اسمش یحیی نبود و مدت حمل او زن عادی با فرزند عادی 9 ماه حضرت یحیی 6 ماه 6 ماه به دنیا آمد. مثل آقای امام حسین علیه السلام. بله. قربون اسمشون. بعد به دنیا آمدن و انقدر حضرت زکریا با او اونس گرفت، خوشحال شده بودن و او را به تمام مسائل مهم دین را معرفی کرد که خداوند متعال می فرماید اون در سن سبا، در سن کودکی نوجوان، نوجوان نوجوان بله، در سن نوجوانی او را پیامبر شناختیم، انتخاب کردیم. در نوجوانی به پیامبری برانگیخته بله. شد و برگزیده شد و ایشون یک فرزندی بود واقعا با خدا بود، حضرت یحیی علیه السلام. حضرت یحیی و انقدر نام خدا را که به او میگفتن گریه میکرد. الله اکبر. یک عشقی با خدا میورزید که روایت میگه میرفت در معبد، در جایی که عبادتگاه بود. بله.
میرفت نگاه میکرد مردم، کسانی که عابد هستن نشستن اونجا دارن عبادت میکنن، یک پراهنای لباسهایی از مو درست شده بود، خیلی زبر میشه، از موی بز یا اینا هستش، از موی بز، پشم نه، موی بز، موی بز، بله. خیلی خشن، زبر و خشن میشه، بله. بعد اومد به مادرش گفت من میخوام برای خودم یک چنین قبایی درست بکنی از مو باشه و یک کلاهی از پشم درست بکنی مانند اونا که من برم با اونا عبادت بکنم. و انقدر این حضرت یحیی مینشست خطبه های حضرت زکریا رو میشنید، بله، چون خطبه داشت، حضرت پیغمبر بودی، مردم رو یاد میداد، هدایت میکرد، بله. یحیی وقتی که از آتیش جهنم وقتی که میشنید گریه میکرد تا از حال میرفت، درست، میافتاد زمین، بیهوش میشد، بیهوش میشد. بعد اینجا پدرش منتظر بود که هر وقت حضرت یحیی در جلسه هست ذکری از آتیش جهنم نکند، فقط ذکر از دوستی خدا و از نعمت‌های خدا، به نعمت‌های خدا، چون میترسید یک اتفاق سکته بکنه. و حضرت زکریا خیلی اون فرزند رو دوست داشت. روایت نوشته از امام صادق میگن یک روز حضرت زکریا دید یحیی در مجلس نیست، شروع کرد، چون خیلی وقت دربار از چیزایی که خدا خلق کرده، بهشت و آتش جهنم، اون چیزی نگفته بود، درست، فشروع کرد به گفتن از آتش جهنم و عذابهای جهنم اینا. یک دفعه از آخر اون مجلس که پشت ستون بود یه صدای نالهی شنید با گریه بلند، به رو کرد، دید یک نفر گذشت و دون از اون مجلس خارج شد، اومد سوال کرد، گفتن این یحیی بود، نشسته بود تمام این حرفا رو گوش کرد و بیابون سر زد. حضرت زکریا اومد خانه، گفت یحیی خونه هست؟ گفت نه، نیامد. گفت پسر من نمیدونم چی شده. روایت خیلی عجیبیه، انقدر گریه کرد، انقدر گریه کرد تا این پوست صورتش ترک برداشت از شدت گریه و اشک بر یحیی، آب عشوره دیگه، بله، زخم خورد، که خوش شد و روایت میگه این از پوست صورتش افتاد، الله، حضرت زکریا، بله، نه حضرت یحیی از شدت اون در حقیقت آیات و مطالبی که حضرت زکریا راجع به جهنم و عذاب خدا بیان کرده بودن، بله. بعد اومد حضرت زکریا التماس کرد که بیا برگرد و خدا تو را هم دوست داره و انقدرم به خودت زجر نده. به خدا در قرآن میگه سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، یعنی خدا سلام رو بر او گذشته از روز ولادتش، یعنی چوخ زجر و آتیش و بدبختی هم نداره، چون خدا میدونه چی خلق کرده و هدیه خدا بود. تا این فرزند در سن 25 سالگی بشه، پیامبرم بوده، به مردم تبلیغ میکرد، بله، تدریس میکرد. البته همسر حضرت زکریا خواهر مریم میشه، سلام الله علیها، سلام الله علیها، بله، یعنی دو تا خواهر بودن که یکی همسر حضرت زکریا، بله، یکی هم حضرت مریم که مادر حضرت، بله، عیسی بود، بله. مریم که مریم اسمش بود، بله. و اونم ایشیاع بود اسمش، ایشیاع همسر حضرت زکریا، همسر حضرت زکریا که آخره بود مادر حضرت یحیی، مادر حضرت یحیی، بله. بعد بودن در سن بزرگ آدم بچه دار میشه خیلی خوشحال میشه، بله، خیلی شاد میشه، اونم به معجزه، بله، اونم یک چنین فرزندی، اونم یک چنین فرزندی، خدا شناس و با خدا. مردم با نام امام حسین فرزنداتون رو تربیت کنید، با صدای امام حسین فرزنداتون رو تربیت کنید، یعنی همیشه این اسم حسین رو از خونه خارج نکنید، حالا نوحه‌ای یا عکسی یا نامه‌ای یا نوشته‌ای یا تابلویی که به نام امام حسین باشه همیشه در خانه باشه، دست نزدیک دست فرزندانتون باشه که سوال کنن این حسین کیه، فرزند کیه، قضیهش چیه، که یاد بگیرن. و خصوصا اون کسانی که در جاهای دور از مساجد و حسینی ها زندگی میکنن. بعد این فرزند و این زندگی
بالا میره تا اون فرزند به 25 سالگی میرسه به. و مردم رو تدریس میکرد. حضرت زکریا در خانه یک منزل دیگری بود، در که اتاق دیگری بود که محراب حضرت مریم بود. حضرت مریم. حضرت مریم. و حضرت زکریا او را بزرگ کرد و تربیت کرد. چون مریم که دنیا آمد مادرش نذر کرده بود بل. که اگر خدا فرزندی به من داد اونم عاقره بود. بله. خدا به من فرزندی داد، او را هدیه میکنم به معبد که خدمت بکنه. بعد خدا دعاش مستجاب کرد و یه دختر بهش داد، پسر نداد، که در قرآن میگه، میگه خدا این من اون را ولی صد ذکر کل اون بله اون دختر است ولی من اون را به هدیه دادم. بازم با این وجود من اون وعده و نذری که کردم را عملی میکنم. ولی خدا خواست بهش بگه صبر کن، من یک هدیه به تو دادم که نه فقط دختر، فرزندش یک پیامبر بزرگی بشه، از پیامبران اولوالعزم سلام الله علیه. بعد ایشون که هدیه کرد به معبد، حضرت زکریا خونش بغل بیت المقدس معبد بود به. و نخواست که مریم بین مردا باشه، اونجا خدمت میکرد، تمیز میکرد، عبادت میکرد، یک محراب برای خودش در خانه خود درست کرده بود که چه مجاور اون مسجد به. اون معبد بود. و هر وقت که میمد که قضا بیاره برای مریم، صداش بکنه برای قضا خوردن، میبینه یک سفره از قضا پر از غذاهای خوب و خوش بو و خوش عطر کنار حضرت مریم. بله. و طبقی از طبقی از میوه. گفت دخترم اینا از کجا انا لکی هادا، انا لکی هادا کل ما دخل علیه المحراب، ان انا ان کجاست اون جواب هو من عند الله. من مریم سلام الله علیها چقدر نزد خدا نزدیک بود. بله واقعا عجیبه، آدم رو به عبادت میکنه و قضا قضای بهشتی براش، قضای بهشتی براش. خیلی مهمه، یعنی چقدر این نزد خدا نزدیکه این انسان که نه بازاری میکنه، نه میره کار بکنه، نه میره، فقط چون با خدا هستش. بله. خدا روزیشو میرسونه. بعد حضرت یحیی یکی از پادشاهان اون زمان که یک آدم بیدینی بود و خدا نشناس بوده به. به دختر برادرش عاشق دختر برادرش میشه. عجب. اون پادشاه برادر داشته به. برادرش دختر داشت، این پادشاه اون را عاشق شد و خواست ازدواج بکنه باش. با دختر برادر خود. بله. اومدن اون زمان حکم و قضاوت دست حضرت یحیی بود، گفتن بیا با ما دستور بده که من بتونم حکمش رو بده که در حقیقت فتوا بده که اصلا جایز نیست و حرام هست. بله. و حرام هست. دختر خیلی دوست داشت که همسر اون آقا بشه، یعنی دختر عموی خودش رو دوست داشت. بله. چون عموش بود دیگه، میخواست. بله. عموش بود. بله. بله. بنابر خدا. بعد اومد با یک لباس های یعنی مثلا مبدل. بله. و یه لباس های خاص مثلا که خودش رو نشان بده. آها. یه نمای خاصه که اون رو تشویق بکنه. بعد خواست دست بزنه بهش، گفت نه نمیذارم با یک شرط، و اون شرطم که یک مهریه میخوام. یعنی این دختر نزد عموی خودش اومد با لباس‌های در حقیقت بسیار رنگارنگ و بله. لباس‌های اغواآمیز. بله. نزد عموی خودش اومد. وقتی عموی او خواست به او نزدیک بشه اجازه نداد و گفت من به تو اجازه نمیدم به من نزدیک بشی مگر خواسته که دارم رو عملی کنی. خب چی بود اون خواسته؟ اون خواسته گفته بود که خواسته مهریه من سر یحیی بود. الله اکبر. چون یحیی مانع شده بود در واقع به فتوای در بله، امر مانع خدا شده بود. من میخوام برعکس شریعت خدا رو گفتم که جایز نیست. این چقدر آدم مجرمی بوده. بله. گفت چشم، حالا که مهریه تو این باشه ما برامون ارزش نداره، یحیی کیه؟ سربازار میفرستن دنبال یحیی. ما یحیی در عبادتگاه بوده، در محراب بوده، در حال نماز. او رو میگیرن با یک نیزه او رو میزنن در پهلو. الله بعد سرش رو میبرن در همون محراب
میذارن در یک کیسه میبرن برای پادشاه با یک تشت طلا میگذارن جلو پادشاه، یعنی پادشاه اون وقت بله که هم از بنی اسرائیل بودن دیگه. الله اکبر. بعد صدا میکنه اون دختر رو که بیا برات مهرت رو آماده کردی. این صحنه ببین، خبر که به حضرت زکریا رسید غش کرد افتاد روش. بله. مادرش هم غش کرد و دنبال حضرت زکریا هم رفتن که او را دستگیر بکنن و بکشن. اینجا روایت میگه، حالا روایت خیلی عجیبی هم هستش، میگه حضرت زکریا وقتی که فهمید اینا دارن میان دنبالش خارج از خانه شد و زد به خارج از شهر رفت تا یک باغی پیدا کرد تو را بود. بعد در اون باغ سربازان دنبالش بودن، در اون باغ یک درختی بود. بله. چون درخت ها ما گفتیم پیامبران یک حالتی داشتن که تمام موجودات خدا تحت امرشون بود. تحت امرشون. بله. ولایت تکوینی داشتن. درست. درخت باز میشه، شکافته میشه، گفت بیا داخل باش، داخل بشو که من تو رو حمایت بکنم. بعد زکریا داخل این تنه درخت مخفی وارد میشه. بله. که محفوظ بشه. بعد اونا که پشت سرش میمدن یک قطعه از لباس حضرت زکریا خارج از درخت میمونه. بله. میمونه بین دلای یک جایی که رفته بود. بعد اونا فهمیدن که زکریا داخل این درخت، اومدن حراست کردن اونجا رو تا رفتن شمشیر آوردن. الله و اولین بار این شمشیر میگن ابلیس یاد داد به. شیطان یاد داد که این شمشیر دو نفره را که دو نفر استفاده بکنن به. این شمشیر بزرگ از بالا تا پایین زکریا را نصف کرد. الله، یعنی همچون اره این درخت رو از بالا تا پایین بریدن و حضرت زکریا داخل اون بود. بله. و به این ترتیب به شهادت رسید. الله خیر. پس این پسر و این پدر به شهادت به شهادت رسیدند. فنا بر خدا. پدر در شهر حلب یک مسجدی هست در بازار حلب، به من رفتم زیارت کردم اونجا، البته اونجا مدفون هستن، قبر حضرت زکریا و مسجدم هست، مسجد حضرت پیامبر زکریا در شهر حلب، حلب سوریه. بله. و حضرت یحیی در مسجد الاموی دفنه در دمشق. در دمشق وسط آخرای مسجد. البته این مسجد قبلا کلیسا بوده. درست. و قبل از کلیسا معبد یهودی ها بوده. و قبل از اونا معبد دیگرانی بوده که قبل از یهودیت. درست. یک جای خیلی قدیمی هستش البته. این مسجد اموی در حقیقت پیشینه تاریخی بسیار بلند بالایی داره. بله. و تا الان مذبح یهود هست، چاه هست و قبر حضرت یحیی هم هست. حضرت یحیی در یک سالی که حضرت عیسی متولد میشه، حضرت یحیی هم متولد میشه. حضرت یحیی در همون سالی که حضرت یحیی متولد میشه. خب. در یک سال. یعنی چی؟ یعنی سال یک میلادی. حضرت عیسی در همون سال متولد. در همون سال. در سالی که حضرت یحیی شهید میشه متولد میشه. نه متولد، دو تایشون متولد میشن. حضرت یحیی و حضرت عیسی با هم متولد. با هم، چون خواهر بودن اینا. بله. ایشون با معجزه چیز حضرت یحیی. حضرت مریم، حضرت بله. بله به حضرت زکریا و حضرت مریم بازم به معجزه. با معجزه حضرت عیسی. اونم در شب خودش صحبت خواهیم کرد. عجب. و هر کدوم با ولی آمدن این دو تا فرزند در دنیا در یک سال بود. در یک سال. بله. الله. و تقریبا روایت میگه در یک سال هم از دنیا رفتن. یکی عروج کرد به آسمان. بله. که حضرت عیسی علیه السلام زنده هستن تا روز موعود و حضرت یحیی را به شهادت رسوندن و سرش را از بدنشون جدا کردن. سرشون را از بدنشون جدا کردن. در این مسجد اموی که فرمودید یک جای هم هست رأس الحسین داره میاد تو بحث. بله. عجب. عزیزی خواهش میکنم. بعد اون جایی که ایشون ذبحش کردن و سرش رو جدا کردن، همینطور خون می جوشید، خون حضرت یحیی. درست. و روایت میگه تا زمانی که نبوخذنصر وارد شام میشه، میبینه یک تل سرخ، یک تل از خاک، یک تل بزرگ و کلن خون آلود. الله. همینطور خون ازش میجوشه. میجوشه. سوال میکنه که
این تل چی چیه؟ این خون چی داره میجوشه اینجا؟ این رنگ خون چیه؟ گفتن اینجا قتلگاه یحیی هست. گفت داستانش به من بگید. ببین اون مردم ظلم کردن به پیغمبر خدا، رحمش نکردن، با اون وضع فجیعی به شهادت رسوندن به خاطر اینکه یک کار حرام انجام بدن، یک کار غیر مرغوب از آسمان باشه انجام بدن که اون عمو و دختر برادرش یک جرم بزرگی روی زمین رخ داد و پیامبری از پیامبران خدا رو با خدا خواست شهید کنه. بله بله، و خدا خواست خون اون پایمال نشه. درست. که در و چون مردم مانع نشدن و کار اون طاغوت رو قبول و تأیید کردن، خدا بر اونها یک ظالمی مسلط کرد مانند نبوخذنصر. اومد سوال کرد، گفت قضیه چیه؟ براش شرح کردن که اینجا یحیی فرزند پیامبر زکریا، با هم تمام داستان رو نقل کردن. گفت هر کسی که در این شهر زندگی میکرد زندانش کنید بیارینش. روایت میگه 70,000 نفر رو کشت از افرادی که در اون شهر زندگی، شهری که حضرت یحیی در اون به شهادت. بله. مانند مختار. بله. وقتی که اومد و آثار کربلا رو دید و شنید، چون زندان بوده خودش. بله. مختار زندان بوده. و خاص ثار ابی عبدالله الحسین رو بگیره. انتقام آقای موسی. انتقام ابی عبدالله رو بگیره. یکی یکی دنبال اونا فرستاد. بهش گفت تا چی کار کردی؟ با چه وضعی؟ شرکت کردی؟ جرم با جرم؟ با چه جرمی؟ با همون حالت جرم او را شکنجه دادن و او را کشتن. روایت میگه نبوخذنصر همون کار را انجام داد. این اولین وجه تشابه. پناه بر خدا. دو، ولادت حضرت امام ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه در سن 6 ماهگی، یعنی فاطمه زهرا 6 ماه بودن، حامله بودن، امام حسین به دنیا آمد. نام حضرت یحیی آسمانی بود، نام امام حسین هم آسمانی. قبل از امام حسن و امام حسین هیچ کس نام حسن و حسین نبود. حضرت علی هم همچنین. هیچ کس حضرت علی نام حضرت امیرالمومنین هم نداشت، خانواده مخصوص. بله. و هدیه کردن سر حضرت یحیی در تشت به انسان مجرم، به یک انسان، به یک مجلس، به یک انسان مجرم، به حاکم آن زمان که ستمگر بود، حاکم اون زمان، و همچنین سر امام حسین رو هدیه کردن در تشت طلا بر ستمگر اون زمان یزید منعون لعنت الله علیه. بعد حضرت یحیی مظلوم شهید شد. ابی عبدالله الحسین هم شکی درش نیست که مظلوم شهید شد. حضرت یحیی آسمان و زمین خون گریه کرد. امام صادق میفرماید و برای امام حسینمون هم آسمان و زمین خون گریه کرد. برای حضرت یحیی در مسجد اموی دفنه، سر بریده امام حسین رو بردن در اون مسجد هم گذاشتن. درست. من نمیدونم این مسجد چیه. پناه بر خدا. بله. یک جای عجیبی هستش، یک آثار عجیبی اونجا هست. من نمیدونم علتش چیه کچیه، من نمیدونم. تا حالا نرسی خوش آجای بهتی، اون قضیه که اتفاق میفته، اسرا رو میبرن به شام و در مجلس یزید ملعون یزید میشینه و اون اشعار خبیث خودش رو میخونه، لیت اشیاخی به بدر شهدو. بله. و الی آخر، که حتی شرم داره آدم اصلا این اشعار رو بخونه، اشعاری که از دهان نجس این ملعون خارج شده. تمام این اتفاقات در همون مسجد اموی که الان در شهر دمشق سوریه هست اتفاق افتاد، درسته؟ بله. و سر آقای امام حسین رو در اون جای گذاشتن که الان مقام رأس الحسین هستش، در اون یک حالت چهارگوشی هست اونجا. اونجا هست. بله. قرار گذاشتن. بعد این مسجد مشعوم، من میگم بله، مسجد خدایی نیست. نیست. بله واقعا.
جایی که دخترهای ابی عبدالله حسین فرزندان و امام زین العابدین رو وارد کردن تو این مسجد به صورت اسیر، در قالب اسیر، یعنی اون مسجد قدسیت خدایی نداره. نداره نه، چون غصبن در غصبن اون رو مسجد کرد. جایی که حضرت یحیی درش به شهادت رسیده، سر مبارک آقای امام حسین علیه السلام رو گذاشتن، خانواده آقای امام حسین علیه السلام و آقا امام سجاد به اسارت اونجا نگهداری شدن. واقعا این جا نمیتونه قدسیت داشته باشه. بعدن در اون مسجد خون جاری میشه، خون حضرت یحیی همینطور میجوشد، مانند خون امام حسین تو الان میجوشد. خون حضرت یحیی همچنان میجوشه یا اینکه از جوشش میفته؟ تمام شد دیگه، بعد از نبوخذنصر که انتقام گرفت آف کرد، تمام شد. ولی خون امام حسین هنوز میجوشد. اون سنگی که در حلب هست، ما گفت درباره اون صحبت کردم فکر میکنم، حالا اگه مجدد تکرار بفرمایید. خب چرا یک جایی هست به نام کوه جوشن نزدیکای اطراف شهر حلب، من رفتم دیدم اونجا که یک قله کوه هست، اونجا یک مقام رأس الامام الحسین هست که یک سنگ به طول 60 سانت به عرض 40 سانت درست و سمک 25 سانت، ضخامت 25، ضخامت یه چنین سنگ. بله، رنگش هم رنگ پوست بدن انسانه، کرمی رنگه درست، ولی خطای قرمز هم داره، سرخ درست. هر روز از روز عاشورای محرم که میاد این سنگ ازش خون جاری میشه. الله اکبر، نمیدونن چیه. حالا فیلمش هم روی یوتیوب هست، اگر مثلا بینندگان عزیز دوست داشتن ببینن، فقط بنویسن مشهد و نقطه. آها، یعنی مشهد یعنی جایی که دیده شده، نقطه یعنی قطره خون امام حسین. مشهد و نقطه حلب، در شهر حلب. بله در حلب ویدیوش هست، میتونن این ویدیو رو ببینن که یک نفر فیلم برداری کرده هنگامی که خون از این سنگ جاری میشد. الله و روایت من خیلی چون تحقیق کردم تو این قضیه و تاریخچه اون مکان و اون سنگ، اون چندین بار اون را قایم میکنن، بعد از زیر خاک خون در میاد، خون جاری میشه. الله تا اون سنگ بیاد بالا، وقتی که به آشکار میشه خون وای میشه. یعنی چندین حکومت صدها سال، یعنی اون سنگ رو برداشتن قایم کردن، یعنی چندین بار مثلا در زمان عثمانیین وقتی که حمله کردن تو به این شهر حلب، در یک صومعه مسیحی بود اون سنگ، اون صومعه خراب میشه و کل آجر و نمیدونم خاک و اینا قایم میشه، میبینن مدفون میشه، این مدفون میشه، میبینن از زیر اون خاک خون جاری، خون جاری میشه. اومدن برداشتن اون خاک رو، دیدن از این سنگ، دیدن این سنگ. الله اکبر. یه مدت بعدش هم اونجا در اون مکان اونجا را چیز میکنن، جای اسلحه، انبار اسلحه میذارن. بله، بازم منفجر میشه اسلحه، بازم خراب میشه، بازم اینم خون جاری میشه. تا برای این سنگ یک تاریخچه هم هستش و من دیدم و خوندم و بر بالای اون کوه میگذارن تا الان هم هست، یک ذریحی براش درست کردن. بعد بغل اون سنگ یک بارگاه دیگری هست، سقط امام حسین، یک فرزندی از زنهای امام حسین باردار بود، حامله بود، همونجا هم سقط میشه، جنین سقط جنین میشه. الله اکبر. و به نام او علی اصغر هم هستش. الله اکبر. حاجی بیاتی، بحث ما بحث مفصلی هست و حقیقتا من حیفم میاد فرمایش و کلام شما رو قطع بکنم، بلکه ظاهرا از اتاق فرمان به من اطلاع میدن که میان برنامه آماده است برای پخش. اگر اجازه بفرمایید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد یک میان برنامه رو ببینیم و بعدش به ادامه بحث بپردازیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. امام حسین علیه السلام وارث انبیا. حضرت نوح علیه السلام. حضرت نوح در قرآن. در حالی که یک سوره از قرآن مجید به نام نوح نامگذاری شده است، در 29 سوره از آن درباره این پیامبر بزرگ سخن گفته شده و نام او 43 بار در قرآن آمده است. مورخان نوشتند اسم نوح عبدالغفار یا عبدالملک یا عبدالعلی بوده و لقب نوح از این نظر به او داده شده است که سالیان دراز بر خیشتن یا بر قوم خود نوحگری می کرد. نام پدرش لمک یا لامک بود و در مقدار عمرش اختلاف است.
بعضی 1490 سال و در بعضی از روایات 2500 سال آمده است. آنچه مسلم است این که او عمری طولانی داشت و طبق صریح قرآن 950 سال در میان قومش درنگ کرد و در این مدت طولانی 80 نفر به او ایمان آوردند. نوح علیه السلام اولین پیامبر اولوالعزم. حضرت نوح علیه السلام یکی از 5 پیامبر اولوالعزم است، چون هر کدام از این پیامبران بزرگ دین و شریعتی آورده است که ناسخ شریعت پیامبر قبل بوده است. حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام و امام حسین علیه السلام مردم را به توحید دعوت نمودند. نوح و دعوت به خداپرستی. ما نوح را با این پیام برای قومش فرستادیم که ای مردم، من برای شما بیم دهنده ای آشکارم، تا جز خدا را نپرستید که بر شما از عذاب روز دردناک میترسم. بدون شک داستان قیام نوح علیه السلام و مبارزه سرسختانه و پیگیرش با مستکبرین عصر خیش و سرانجام شوم آنها یکی از عبرت انگیزترین فرازهای تاریخ بشر است که در هر گامی از آن درس عبرت مهمی نهفته است. لجاجت مردم در مقابل سخنان حضرت نوح علیه السلام و امام حسین علیه السلام. انگشتان در گوش. گفتند ای نوح، با ما جر و بحث و جدال کردی و زیاد سخن گفتی، اکنون اگر راست میگویی آنچه را به ما وعده میدهی از عذاب الهی بیاور. معنی سخن کفار این است که تو سالها بر ما صحبت کردی و دلائل خداپرستی و توحید را برای ما بازگو کردی، ولی سخن آخر ما این است: ما به تو ایمان نمی آوریم و از تهدیدهای تو نمی ترسیم و دیگر حاضر به شنیدن سخنان تو نیستیم و در هنگام صحبتهای تو انگشتانمان را در گوشمان می کنیم و لباسهایمان را بر خود می پیچیم. لجاجت مردم در هنگام سخنان امام حسین علیه السلام. خوارزمی با سند خود از عبدالله ابن حسن نقل می کند که گفت: چون عمر سعد سپاه خود را برای نبرد با حسین ابن علی علیه السلام آماده کرد و هر یک را در جای خود قرار داد و پرچمها را برافراشت، امام حسین علیه السلام نیز اصحاب خود را در راست و چپ آماده کرد. آنان از هر سو بر امام حسین علیه السلام هجوم آورده او را در حلقه محاصره خود درآوردند. امام از میان اصحاب خود بیرون آمد و نزدیک ایشان شد و از آنها خواست که ساکت شوند، ولی نپذیرفتند. پس حضرت فرمود: وای بر شما، چرا خاموش نمی شوید تا گفتارم را بشنوید؟ من شما را به راه رشد و رستگاری فرا می خوانم. هر که پیرویم کند از ره یافتگان و هر که سرپیچی کند از هلاک شوندگان خواهد بود و همه شما با امر من مخالفت می کنید و به حرف های من گوش نمی دهید. سخنان نوح با قوم خود. حضرت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا سخن حضرت نوح علیه السلام را تکرار کرد. چون سپاه دشمن حرکت کرده و نزدیک شدند، امام علیه السلام مرکب خیش را خواست و بر آن سوار شد و با صدای بلند که همه مردم می شنیدند فرمودند: هان ای مردم، به سخنم گوش فرادهید و در پیکار با من شتاب نکنید، تا حق اندرز شما که بر من است ادا کرده عذر آمدن خود را بیان کنم. چنانچه عذرم را پذیرفته و گفتارم را تصدیق کردید و با من از راه انصاف در آمدید، سعادت خواهید دید و دیگر بر من راهی ندارید. و اگر عذرم را نپذیرفتید، با من از در انصاف نیامدید. حقا که ولی من خدایی است که قرآن را فرو فرستاد و او صالحان را سرپرستی می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا.
و برم به والدیه و لم یک جبارا عصیا و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سوره مریم آیه 12، یعنی آیات 12 تا 15. قرآن کریم در آیاتی چند به صورت مختصر داستان پیامبری از پیامبران خود رو، پیامبران خدای عزوجل رو بیان میکنه که بیشترین وجه تشابه را به دعای حضرت زکریا با آقای امام حسین علیه السلام داشت. و در این برنامه به گوشه های اندک از زندگی این پیامبر بزرگوار پرداختیم، پیامبری که خدای عزوجل اون رو به دعای حضرت زکریا به گونه ای به پدرش هدیه و هبه کرد که شرط هبه و هدیه شدن او این بود تا همانند امام حسین علیه السلام شهید بشه. آقای امام حسین علیه السلام وقتی که میایم بیان میکنیم که در تاریخ خلقت انوار مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت از قدمتی بسیار دیرینه برخوردارند، شاید در ذهن برخی انسانها مسئله عجیب و غریب به نظر بیاد، ولیکن حقیقت همین است که قبل از خلقت آدم ابوالبشر انوار مقدسه و قبل از خلقت فرشتگان و آسمان ها و زمین ها و هر آنچه که خلق شده، انوار مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت از نور عظمت و جلال خدای عزوجل خلق میشند و گرداگرد عرش خدا مشغول تسبیح و تحلیل و تمجید خدای عزوجل میشند. معلم فرشتگان هستند و ارواح مقدسشون گرداگرد عرش خدا به گردش در میان و از انوار اونها انوار سایر انبیا و شیعیان به وجود میاد و پدید میاد. بحث خلقت نورانی اهل بیت عصمت و طهارت مسئله بسیار شنیدنی است، مسئله معرفتی است که به نظر من تمامی شیعه باید این مسئله رو بدونن. شاید کمتر کسی یا کمتر جایی راجع به خلقت نورانی اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کردم، ولی اگر شما بیننده گرامی که الان داری برنامه سرزمین عشق رو میبینی مایل هستید و علاقمند هستید که راجع به این مسئله اطلاعاتی بیشتر کسب کنید، پیشنهاد میکنم حتما سری برنامه بیانات به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسن احمدی کاشانی رو که اتفاقا بنده حقیر افتخار اجرای اون برنامه رو داشتم رو ببینید، به صورت مفصل راجع به خلقت نورانی و معرفت اهل بیت عصمت و طهارت در اونجا صحبت شده و خالی از لطف نیست که اونجا ما بتونیم معرفت خودمون رو نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت بالا ببریم. حاجی بهتی بسیار داریم استفاده میکنیم از این بیان شیوا و شیرین شما، انشالله خسته که نشدید. نه خواهش میکنم، خدمت زنده باشید ان شاء الله. مؤمنان هستیم، خدمتگزاران ابی عبدالله حسین هستیم. ما استفاده میکنیم بازم از کلام زیبا شما، انشالله بهره میبریم. حالا قبل از که وارد بحث بشیم یه آیه هم بخونیم که اون آیه برای همیشه ده. کسانی که بچه دار نیستن، درست، یا اون کسانی که فرزندانشون یه خورده از آب خوب در نیامدن، درست، اذیتشون میکنن. من یک سری از اسرار قرآن، یک رازی از رازهای قرآن بگم بهشون، بله، یاد بگیرن و دعا بکنن. بسیار عالی. البته این مخصوص بینندگان امام حسین است. خدا حسین و این یکی از اسرار قرآن میباشد که هر کسی که فرزند دار نیست و یا فرزنداش او را اذیت میکنن، همون فرزندان انشاءالله به راه راست هدایت بشن، بله، که هدایت بشن انشاءالله. یه کاری هستش، یه آیه ای از خونده بشه که خدا اونا رو هدایت میکنه انشاءالله. و اون آیه که الان میخونم باید همیشه ذکر بکنه در قرآن، ببخشید، در نماز، در رکوع، در سجود و بعد از نماز، بله، که بسم الله الرحمن الرحیم، ربی هب لی من لدن که ذریه طیبه انک سمیع الدعا. در کدوم سوره و کدوم آیه هستش؟ این یکی از دعاهای حضرت زکریا میباشد. حالا میتونیم در بیاریم، بله، که ببینیم این آیه مبارکه، ربی هب لی من لدنک ذریه طیبه، یعنی خدای به من هدیه بکن، هب لی یعنی هدیه بکن، به من بده از تو، از خودت، ذریه طیبه، فرزندان پاک،
یعنی ذریه نه فقط فرزندان، یعنی فرزند و نوه و نتیجه تا روز قیامت. ذریه طیبه انک سمیع الدعا. بله، سوره آل عمران آیه 38. آل عمران 38 آیه 38 هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا، آیه 38 سوره آل عمران. پس سوره آل عمران آیه 38. آیه 38 بله، و این آیه خیلی مهمه و یکی از رازهای قرآنه. کسی که یعنی میترسه فرزنداش فردا گمراه میشن، یا هنوز کوچیک هستن نمیدونه آیندهشون چی هست، یا بچه دار نیست کلن، یا مثلا بچه داره، فرزند داره، دختر داره، پسر داره، مثلا گمراه شدن، گم شدن، میخواد اونا رو برگردونه. این آیه رو ورد بذاره، ورد یعنی همیشه در تسبیح. بله، این آیه رو حفظ بکنه، نه فقط در نماز، نه همیشه ورد بشه. بله، ورد یعنی همیشه. بله، تو ماشین رانندگی میکنه، تو خونه مثلا خانم کار میکنه، هر جا تو مدرسه درس، هر جا که باشه. بله، تسبیح میگیره و این رو صد مرتبه صد مرتبه بخونه. ربی هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا. بسیار هم ساده و آسون هست. یک آیه هستش، آدم چندین بار که بخونه حفظ میشه. حفظ میشه. بله، دیگه همینطور به زبونش میافته. تو خیابون راه میره مثلا، هر جا که باشه زبونش رو همیشه در این بسیار عالی آیه قرآن چیز بکنه. برمیگردیم به اصل مطلبمون. حضرت یحیی با امام حسین یک وجه شبه دیگری هم دارد، که سر حضرت یحیی بعد از که تو تاج گذاشتن تو شهرها فر دادن، چرخوندنش الله اکبر، شهر به شهر، و همچنین سر امام حسین و یارانش رو شهر به شهر بردن. الان در شام چندین جا مقام سر بریده امام حسین است، و در مصر هم هست، و در عراق هم هست. در عراق یه جایی هست نزدیکای کوفه، بهش میگن مسجد حنانه. بله، میگه اون مسجد وقتی که وارد سر امام حسین رو وارد اون مسجد گذاشتن، که تو در راه کوفه بود دیگه، نرسیده و قصر الاماره اونجا گذاشتن. بله، که دیدن صدای ناله ای از اونجا بلند میشد تا زمانی که سر امام حسین اونجا بود. میبینن کسی نیست، ارواح طیبه اهل بیت بود، فرشتگان بود، و اونجا مسجد ساخته شد و به نام مسجد حنانه نام گذاشتن. کسو عزیزانی که میان مشرف میشن برای زیارت کربلا و میرن نجف، نرسیده به مسجد کوفه، مسجد حنانه بهش میگن، برن اونجا رو هم زیارت بکنن، خیلی هم باصفاست، یک روحیه خاصی میشن. بعد یکم از وجه تشابهی بین اون دو بزرگوار، خداوند متعال اونها را مانند الگوی شهادت را به کل جهان معرفی کرد. درست، که حضرت یحیی از اول یعنی بعد از شهادت حضرت هابیل شهید شدن. بله، بعد از اون چندین پیامبر به شهادت رسیدن، ذکر نشده در درست. قرآن مجید، ولی شهادت حضرت یحیی را ذکر کرده، و سوم شهادت ابی عبدالله حسین که از سنت پیامبر میشنویم، چون قرآن قبل از شهادت امام حسین نازل شد، تموم شد. ولی این آیه وفدیناه بذبح عظیم، اون آیه در امام رضا سلام الله علیه میفرمایند، جریان داره بر ذبح ابی عبدالله حسین، در حقیقت ناظر به شهادت آقای امام حسین علیه السلام در روز عاشورا هست. بله، بعد اولین کسی که روزه خوند در اون زمان، زمان حضرت زکریا، برای امام حسین روزه خوند، حضرت زکریا بود که هر وقت مصیبت امام حسین رو یادآوری میشد و گفتیم سه روز و سه شبانه روز از خانه، از اون اتاق، از محرابش خارج نشد، همینطور گریه میکرد برای ابی عبدالله حسین صلوات الله و سلام. من میگم چون پیامبر بوده و مقام امام حسین رو میدونست، معرفت داشت به، چون خدا وقتی که خطاب میکنه و اون رو معرفی کرد، یعنی الان یک نفر بیاد مثلا یک چیزی برای یک کسی، برای یک شخصی معرفی بکنه در یک جای دور، مثلا میگه مثلا بیا فلان شهر اروپا، فلان کشور، بهترین جا و زندگی و خوب و اینا، این آقا وقتی که داره از زبون خودش اون کسی که اونجا هستش داره نقل میکنه،
اون تشویق میشه که بره اونجا. ولی میخوام بگم اون تشویق کردنش هم فایده نداره. حیفه آدم بیاد خونه و زندگی و خانواده و شهرهای دینی خداش را ترک بکنه بره اونجا. خیلی سخته، سخت میده. قبلا یک چیزی بود، یک وضعی بود، شرایطی بود که مردم مجبور بودن. الان دیگه شرایط اونجا هم فایده هم نداره. حالا من نمیخوام توی وارد این بحث بشم، فقط میخوام بگم که اون کسانی که بازم وقتی که میشنوم میگن خوش به حالتون شما اونجا هستید، اونجا یک چیز دیگری ما پس میدیم، با سختی دیگه روبرو هست. بله، اونجا تربیت فرزندان خیلی سخته. از صبح تا شب کل خانواده کار میکنه، مجبورن کار، زن کار میکنه، مرد کار میکنه، فرزندان میرن مدرسه، همشون در شب که برمیگردن خسته میخوابن، تموم شده، هیچ از زندگی دیگه نمیدونن. و چیزی که اونها میخوان تربیت بدن، تربیت میدن. یعنی فرزندان شما فقط روز یک شنبه یا روز شنبه، یک شنبه هم زیاد نمیتونم ببینم. آتاجا حالا من بگم نمیخوام وارد این بحث بشیم، ولی متاسفانه در برخی از کشورها میبینیم الان هرچند کشورهای اسلامی هم هستن، ولی به خاطر شرایط اقتصادی، بد شدن شرایط اقتصادی، جوری که حتی پدر و مادر و فرزندان هم کار بکنن بازم درآمد کافی برای امرار معاش اون خانواده رو نمیتونن جور بکنن، متاسفانه به خاطر اون شرایط سخت و بدی که وجود داره، که ان شاءالله خدا فرج بکنه برای همه مسلمین در تمامی جهان. بله ان شاءالله خدا، ما از خدا میخوایم. ولی کلا الان شرایط اونجا یه طوری شده برعکس شده. چون مثلا قضیه ضد اسلام، برنامه های ضد کشورهای اسلامی، کشورهای شرقی، کشورهای عربی، یک وضع جدیدی پیدا کرده، برخورد و مردم اونجا با مردمی که مهاجر هستن، یعنی عموما با مسلمانان عوض شده برخوردشون، یا اینکه نه برخوردشون با هر مهاجر، با مهاجر، حالا غیر از مسلمان که چیز دیگه دیگه، چون الان دیگه خیلی قضیه بزرگتر شده. ولی کلا با مهاجرت، قبلا مردم خود دولت التماس میکرد مردم رو که مهاجر جذب بکنه، جذب بکنه، چون خالی یک شهرهاشون، کشورهاشون. ولی الان دیگه پر شد و اون کسانی که میانن بهشون قبولی نمیدن. بله، رد میکنه، رد میکنن، خستشون میکنن، یک سال، دو سال، پنج سال، شش سال قبولی نداره، هیچ آینده هم نداره. الله. براشون خیلی سخت میگذره. انشالله شاهد روزی باشیم که هیچ مسلمانی از کشور خودش، کشور اسلامی خودش، اصلا مایل نباشه خارج بشه. این تنها در شرایطی اتفاق میفته که دولت مردان در کشورهای اسلامی به گونه ای عمل بکنند که مردم در اون کشورها احساس امنیت شغلی، امنیت زندگی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، از هر لحاظ احساس امنیت بکنن و بتونن به راحتی زندگی بکنن. نتیجه این مهاجرت ها یا جنگ بوده یا مشکلات اقتصادی بوده یا مشکلات سیاسی بوده که متاسفانه مسلمان، واقعا جای تاسف داره، مسلمانان مجبور شدن به کشورهای غیر مسلمان در حقیقت پناه ببرن و این زشته. یعنی برای یک کشور مسلمان که مردمش به جای اینکه به آغوش حکومت و در حقیقت سردمداران اسلامی اون شهرها که وظیفه‌شون هست برای پناه ببرن، برن و پناه ببرن به کشورهای غربی که مسلمان خانه مسیحی هست. خیلی مشکل قابل انتها نیست. بله واقعا. سوره قریش اگر بخونیم خیلی جالبه. لیلاف قریش. بسم الله الرحمن الرحیم. لیلاف قریش لیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. یعنی این دو چیز که خیلی مهمه، یکی امنیت و یکی اقتصاد. بله، این دو چیز قرآن میگه، دو چیز مهم برای خود انسان خیلی مهمه. خدا میگه من اینا رو به تو میدم، لیلاف قریش، چون اینا مردم قریش اون زمان وقتی که گفته میشه هجرت میکردن. بله. رحلت الشتاء و الصيف داشتن، یعنی زمستون برای یک کشور میرفتن، تابستون یک مثلا در زمستون میرفتن یمن، درست، برای جنوب جزیره العرب، و در تابستان میمدن شمال جزیره، میرفتن برای شام و عراق، اینا تجارت میکردن. که خدا اون را توصیف میکنه، میگه شما تجارت میکردید و زمستان و تابستان نداشتید، میرفتین و چیز برای که تجارت بکنید، کار بکنید، خدا میگه من خودم اینا را تأمین میکنم، الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، من شما را زندگیتون رو تأمین میکنم. بعد من از کلیه خواهران، برادران، کسانی که بیننده هستن، میخوام یه چیزی بگم. اون کسانی که الان در هجرت هستن،
خدای ناکرده، خدای ناکرده به خاطر قبولی یا به خاطر اینکه کار پیدا بکنه کاری نکنه که تو حرام بیفته. اون چیزی که خدا روزی رو نوشته اون روزی هست و میدهد، و کار نکنیم که اون روزیمون که حلال باشه حرام بکنیم. مثلا کار کردن در مغازهایی که شراب میفروشه، مغازهای غذا فروشی به. فروشگاه ها بیشتریشون شراب داره. درست. و بعضی هم که کار پیدا بکنن مجبوره که اینم بشه روی صندوق فروش و دونرم بفروشه. خیلی مهمه این کار رو باید انجام بدن. یا کارهای دیگری خیلی زیاد هست، من نمیخوام مفصلا صحبت بکنم. یا مثلا بعضی از خانوما برای اینکه کارش بهتر کار پیدا بکنه حجابش میگذاره زمین، بی حجاب میشه. یا بعضی که قبولی گیرشون بیاد و قبول بشن میرن دینشون عوض میکنن. بله. میان سوال میکنن. خب از من خیلی هم گفتن، گفتن آقا ما مجبوریم بریم مسیحی بشیم اما قلبا مسیحی نیستیم، ولی میگیم ما مسیحی هستیم بریم کلیسا و اینا و که ما قبول که ما رو قبول بکنن. ردمون نشه. شرعاً جایز نیست، حرامه دیگه. حتی اگر به دروغ حتی باشه. اگر قلبا دروغ باشه جایز نیست. جایز نیست. هرچند که مرتد نمیشه. بله. مسلمونه. ولی کار حرامی کردن. درست. چون خلاف قانونی که اونجا گذاشتن و کلن یه کارهایی مثلا مانند طلاق، یک طلاقی هستش به نام طلاق مصلحتی هست که زن و شوهر اتفاق پیدا میکنه خودشون چیز میشن کنار میان که طلاق بگیرن، ولی طلاق مصلحتی که اگر فقط میرن به دولت میگن ما طلاق گرفتیم که به اون آقا یک واحد خانه بدن، یک خونه بدن بله. اونم که خونه داره و دو تا شهریشون بیشتر میشه بله. یعنی حقوقشون بیشتر میکنه. بعد این اولین خراب شدن اون خانواده این زندگیشون بله. چون آقا یک خونه تنها دیگه میره خانم یک خونه تنها بعد چون اگر بیاد خب با ترس و لرز نمیتونن همدیگه رو به راحتی ببینن چون مطمئنا بله. مراقبت هستن دارن بله. بعد میبینی که اون آقا که یک خانه تنها مثلا میره کارهای خلاف انجام میده، حالا کار خلاف انجام میده، میره یک کارهایی که مثلا که خانمش ناراحت میشه بله. بعد به طلاق میکشه، به طلاق حقیقی میکشه بله. و من دیدم نه یکی نه دو تا نه صد تا نه هزار تا، بیشتری طلاقهایی که مصلحتی بود به طلاق به خاطر چند تا پول پیدا بکنن گیرشون بیاد بعدا به طلاق حقیقی میشه، شرعی میشه و فرزندان از و کل خانواده از هم میشه فرزندان. البته خیلی ممنون و متشکرم از سوالی. حقیقتا مثلا این مطلبی که در آخر بیان فرمودید نکاتی هستش که حقیقتا کسانی که به کشورهای خارجی مهاجرت میکنن یا قصد مهاجرت دارن باید مد نظرشون قرار بدن. من سپاسگزارم از سوالی. حالا فردا شب هم به ادامه بحث راجع به بقیه پیامبران بپردازیم. بینندگان عزیز ارجمند از شما سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. هر کجا که هستید امیدوارم در پناه خدا پیروز و سربلند باشید. التماس دعا. خدا نگهدار. خواهش می‌کنم. تو ای حسین جان از دل کشد زبونه مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه پر میزنه شبونه